در ایندیپندنت فارسی در گفتگوی دیگر همراه شما هستیم. در این گفتگو همراه هستیم با جناب آقای بابک امامیان. خیلی خوش آمدید به این گفتگو جناب آقای امامیان. سوال اول ما از شما این هست که به نظر شما دلیل اصلی خروج امارات متحده عربی از ائتلاف دریایی که با آمریکا سال گذشته برای حفظ امنیت مسیر تردد کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شده بود چیست و این موضوع چه نتایج و عواقبی به نظر شما میتونه با خودش به همراه داشته باشه؟ خیلی ممنون از این سوالتون و خیلی ممنون از شما و ایندیپندنت فارسی و خانم کامیلا انتخابی فرد و از همه کسایی که همکارهای شما هستن برای این مطبوعات و این میدیای خوبی که شماها دارید که همه میگن کسایی که اصولا این میدیای شما رو گوش میکنن یا فالو میکنن یا میخونن اصولا قشر باسواد جامعه ایرانی هستن. من اینو نمیگم، اینا خیلی ها به من گفتن، برای همین گفتن خیلی باید بیشتر آماده باشی وقتی میخوای مصاحبه کنی با ایندیپندنت فارسی. لطف شماست، متشکرم. خواهش میکنم. برگردیم اینجا، من فقط اینو تصحیح کنم که امارات خارج نشده، هنوز عضو هست، فقط گفته همکاری دیگه نمیکنه. و این علتش اینه که یه دلخوری هستش اینجا. دلخوری از اینجا هستش که چرا ارتش نیرو دریایی آمریکا دخالت نکرده در اینکه دوتا کشتی نفتی که یکیشون از کویت می آمد یکی از دبی می رفت، چرا اینا رو که وقتی سپاه پاسدارا هستش اطور باید باشن یا اگه نباشن ارتش جمهوری اسلامی هستش که اینا رو ضبطشون کرده یا سیزدم به قول معروف سیز کرده، چرا دخالت کردن؟ حالا علتش چیه که چرا آمریکایی‌ها جواب چی دادن؟ آمریکایی‌ها گفتن که ما اینجا هستیم، ولی از نظر آمریکایی‌ها میگن انقدر این مسئله کوچیکه و محلیه که ما الان این برامون یه مسئله گنده نیست، انقدر مسائل گنده مثل چین و اوکراین و روسیه و حتی الان نگاه کنید تو خود آمریکا برای آقای بایدن خیلی تا همین دیروز میگه این سقف که میخوام پول چقدر چاپ کنن، سقف قرضی دولتی چقدر باید باشه، اینا رو برده. برای همین حالا چطوری مثلا رئیس جمهور آمریکا بیاد درباره دو تا کشتی که مثلا جمهوری اسلامی یا سپاه پاسدارا اومدن اونو ضبطش کردن بیاد مثلا دخالت کنه؟ این برایشون مثلا این مسئله ای که باید محلی حل بشه. من فکر کنم اولا که چه درباره کسایی که توی امارات هستن یا کسایی که کشورهایی که در جنوب خلیج فارس هستن، ما یه چیزی که تو 40 سال گذشته دیدیم آدم‌های فوق‌العاده باهوشی هستن و اصلا تجارت خونشونه. حالا این عکس العمل برای چی بوده؟ چون اونا خودشون با سیستم ها آشنایی دارن. من فکر کنم این یه مقدار چیزهای دیگه هم بوده که یک دفعه این مسئله به قول معروف بزرگ شده و من فکر نکنم این به جایی برسه. ولی اینجا حالا کیا میخوان از این سوء استفاده کنن؟ یکی که سپاه پاسدارا هستش که برای خودش میخواد اینجا یه شر ایجاد کنه که یه پولی بگیره، یه باجگیری بکنه، چون اونا تجارتی بلد نیستن. یا حتی اگه رابطه ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس هم همشون خوب بشه، ایران چیزی نداره به اونا به اون صورت بفروشه. برای همین مخصوصا سپاه پاسدارا که کارشون فقط تروریستی هستش، برای همین اینا اومدن میگن اگر هم چیزی هست یه پولی هم بدیم به ما، به همین سادگی. یعنی دنباله. از اون ور چین خیلی خوشحال میشه چون چین میخواد جای آمریکا رو بگیره و اینطوری میبینه که اگه این کار ایران به کار چین کمک میکنه، حالا نه اینکه بگیم چینیا پشتش بودن، ولی خب کمک میکنه چون چینیا میگن خب اگه آمریکا نیست ما اینجا میتونیم فشار بیاریم به ایران که اونجا چیز کنه. پس یکی این هست یکی اون هستش که اونجا، پس این دوتا هستن که میخوان سودمند بشن. از اون ور ما میدونیم که در آمریکا لابی خیلی مهمه، یعنی اگه شما میخواین یک کاری آمریکایی انجام بدن باید لابی داشته باشید. هیچی ما بالاتر از لابی شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیست و به شرکت‌های بزرگ آمریکایی یه اصطلاحی دارن بهش میگن corporate USA. corporate USA یعنی شرکت‌های بزرگ آمریکایی. شما ملاحظه کنید حالا شفران بودش تو این مسئله که حتی دبی هم رفته از شفران خواسته که این مسئله حلش بکنه، ولی اگه راه حل این چی بود به نظر من؟ راه حل این دوتا چیز بود، یکی که
شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو در تجارت نفت در اون منطقه بیشتر بیارشون توی کار، چون اگه بیارشون کار اون وقت اونا فشار میارن به نیرو دریایی آمریکایی که از تجارت آمریکایی‌ها چیز کنید، چون این کشتی‌ها گرفتنش چون چین نمی‌رفتن، اینا همه‌شون می‌رفتن به طرف غرب و به طرف آمریکا، اونجا باید چیز کنی. از اون ورم خب اونا رو میاری، یه مقدار اونا هم سودی میخوان برای هر کاری که میخواد بشه. حالا اینجا باید آیا اماراتی ها ببینن حاضرن مثلا اون سودو بدن، چون اونا هم یه سهمی از این کار میخوان که بیان تو اونجا هر کسی ازش. ولی اصولا حتی ما ایرانی ها اگه رژیم چنج میخوایم رژیم ایران چنج بشه، باید شرکت های بزرگ آمریکایی رو لابی کنیم که به دولت آمریکا فشار بیاره که بخواد یه تغییر رژیم در ایران بده. و اونا میگن برای چی ما این کارو کنیم؟ میگیم اگه ایران یه کشور آزادی بشه، از سیستم بانکداریش گرفته تا معادنش تا صنایع دیگرش، خیلی برای شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های خوبی میاره برای تجارت بین‌المللی و به نفع مردم ایران هم خواهد بود. شما یه کاری کنین که ایران یه کشور آزادی بشه که اقتصادش رو نقد پیدا کنه، هم شما برنده خواهی بود هم مردم ایران. این اگه به دولت آمریکا لابی کنیم مثلا ما چرا حل میشه، یعنی رژیم ایران زود سقوط میکنه. اگه نه الان از لحاظ سیاسی شما بریم کاخ سفید رو بخوایم لابی کنیم تا یه مقداری برد داره، ولی اگر کورپرات یو اس ای شرکت های بزرگ آمریکایی بیان به کاخ سفید بگن که یه تغییراتی شما بدین یا یه کاری کن یه تغییرات بشه، خیلی موثرتره. و همین مسئله تو 1979 اتفاق افتاد، چون که این یو اس کورپ شرکت های بزرگ آمریکایی بودن، کارتل های آمریکایی بودن که شاه یه رقیب در سطح جهانی میدیدنش و اونا خواستن که این بشه. حالا من اینا رو برای چی میگم؟ همه این چیزا رو اماراتیا بلدن، تمام اینا رو کشورهای جنوبی خلیج فارس بلدن، همه این چیزا رو میدیدن. حالا چی شده بود که اینجا ناراحت شدن؟ من فکر کنم یکی از علتش هم حتی بگم خیلی مسخره به نظر میرسه، من فکر کنم چون این شرکت ها بیمه بودن و بیماشون هم حتما بیمای آمریکایی بوده، مثلا نمیاد بیمای مثلا کشورهای دیگه باشه، بیمای آمریکایی. اونا هم گفتن نه ما پول اینا رو نمیدیم، چون این در زمان جنگ بوده، اکت آف وار بودش، یه شما در جنگ هستی یا مثلا با ایران یه حالت جنگ هستش، اونا هم گفتن ما نمیدیم. برای همین مثلا اینجا من فکر کنم یه مقدار عصبانیت بوده، تصمیمای تند گرفته شده. اگه نه رابطه آمریکا با کشورهای جنوب خلیج فارسی خیلی بسیار نزدیکتره یا رابطه ها قوی تره که بخواد همچین چیزی اختلاف بندازه. گفته شده که یک ائتلاف دریای جدید بین کشورهای عربی قراره در خلیج فارس و دریای عمان شکل بگیره که در این ائتلاف ایران هم حضور خواهد داشت. با توجه به بهبود روابط بین ایران و عربستان سعودی و اتفاقات دیگری که در منطقه در حال رخ دادن، شما فکر میکنید که شکلگیری یک ائتلاف جدید چه پیامی میتونه برای کشورهای غربی و به خصوص برای آمریکا به همراه داشته باشه؟ ببینید اینه که شما گفتید ما همه شنیدیم دربارش، ولی هیچ کدوم جزئیات نمیدونیم چی هستش. یه صحبته، بازم من نمیبینم این فرصتی از این بیشتر باشه و بیشترش هم از طریق ایران بوده که این پیشنهاد اومده. و اگه نگاه کنیم به رژیم ایران، یه رژیم مذهبیه و کار مذهبی ها این نیست که هم پیوستگی ایجاد کنه، کار مذهبی ها اینه که شکاف ایجاد کنه در جامعه و از این یه باجگیری بکنه. حتی مثلا بین زن و مرد چکاف میندازن که مثلا زن و مردا نباید با هم بشینن. بعد بین حتی تو مثلا توی ادیان دین خودشون هم چکاف میندازن، این بده. بعد با ادیان دیگه چکافتن با هم. اصلا این رژیم ایران یه رژیم چون مذهبیه، طبیعتش چکاف انداختنه و اینا، چون اهل تجارت نیستن از چکاف و از این چیزا. برای همین این چیزی نیستش که من فکر کنم چیز جدی باشه، بلکه یه چیزی که حالا ایران اومده فرصت طلبی بکنه، ببینه اینجا از آب گلالود یه چیزی میگیره، از اون ورم میبینه این کاری که داره میکنه خب چین هم بدش نمیاد، چون که الان یه طور غیر مستقیم اهداف چین با جمهوری اسلامی یکیه که میخوان هرچی زودتر آمریکا از منطقه خارج بشه.
و این هستش. اگه نه من اینو اصلا چیز جدی نمی‌بینم. و بازم میگم امارات از این ائتلافی که این از این همبستگی از این سیگه در امنیتشون هستش خارج نشده، هنوز عضویتش نگه داشته. اینا آقای وایس ادمیرال کوپر گفتش که خارج نشده، فقط گفته که ما فعالیتمون رو کمتر میکنیم و اونم من بگم یه مقدار دلخوری بوده و یه مقدار تصمیم های عجولانه بوده که گرفته شده. گاهی وقتا واسه همه پیش میاد که یه دفعه دلخوری میشه بعدش هم حل میشه، که منتظر اتفاقا تصمیم آمریکا هست و این سکوت آمریکا شاید یه مقدار بیشتر نگرانی ایجاد کرده باشه و امیدوارم که معادلات رو به ضرر مردم ایران به هم نزنه. در واقع با توجه به اخباری که در روزهای گذشته منتشر شد مبنی بر توقیف یک کشتی نفتی دیگر توسط سپاه پاسداران در مسیر آبراهه و تنشی که در این خصوص به وجود اومد، به نظر شما تحولاتی که در منطقه که داره اتفاق میفته به چه سمتی است؟ آیا جمهوری اسلامی در پی کم کردن تنش با همسایگان جنوبی خودشه و یا نه با توجه به رفتارهایی که از خودش نشون میده جمهوری اسلامی به خصوص در مورد امنیت کشتیرانی های خلیج فارس و دریای عمان زیاد نمیشه به این موضوع امیدوار بود؟ خیلی ممنون از این سوال خوبتون. اولا اگه نگاه کنیم به جمهوری اسلامی از روزی که شروع شد 44 سال پیش، به غیر از آدم کشی و غارت و باجگیری کار دیگه نبود. یعنی یک رژیم تولیدی نیستش که بگیم تولیدی داشته باشه یا حرفه‌ای داشته باشه. تنها حرفه‌شون آدم کشیه، غارت و باجگیری، این هستش. الانم خب به همین صورت میخوام ببینن چطوری میتونن یه باجگیری کنن، یه غارتی بکنن، یکم چند تا آدم بکشن. پس اون حالا چرا یه مقدار الان فکر میکنن موقعیتشون بهتر شده؟ ما هممون میدونیم که الان آمریکا خیلی محافظه کارانه شده، خیلی کشور محافظه کاری شده که در یک فعالیت نظامی اصلا دخالت بکنه، یعنی دیگه military engagement، یعنی اصلا خیلی محافظه کاری، هیچ نمیخواد الان، یعنی اشتهایی به این کار نداره، علاقهی به این کار نداره که وارد یک مبارزه نظامی بشه، من اینکه واقعا لازم باشه. خب جمهوری اسلامی اینو میدونه و میدونه که مثلا الان نیرو دریایی آمریکا درست تو خلیج فارس هستش، ولی نمیاد الان مثلا یه جنگ با ایران راه بندازه به خاطر دو تا کشتی. اونا هم حد و حدود خودشونو میدونن. برای همین این ادامه پیدا میکنه، این کشتی ربایی یا غارت کشتی‌ها یا دزدی کشتی‌ها ادامه، ولی تعدادش اونطوری نیست که روزی یکی باشه، چون اگه روزی یکی بشه اونا هم میدونن مثلا هر دو ماه یه بار یک کشتی رو میتونن اینطوری بدزدن یا غارت کنن. اینا دزدای دریایی هستن، اینا روی زمین که دزدی میکنن، حالا دزد دریایی بودن هم براشون چیزی نیست جمهوری اسلامی که این کار رو بکنه. و من متاسفم که یه تعدادی از ایرانی ها اینطوری شدن، دزد شدن، غارتگر شدن، چه روی زمین چه تو دریا. و متاسفم من از بهمان ایرانی که ایرانی دیگه اینطوری هست. از این برد. حالا این مسئله رو چطوری باید حلش کرد؟ این یه مسئله محلیه، نباید در حد بین المللی اینو برد بالا. قطع رابطه با آمریکا چیز صحیح نیستش و بخوان این کار رو کنن. یه چیز محلیه، این راه حلش خیلی ساده است. من قبلا گفتم که مثلا شرکت های بزرگ آمریکایی برین توی این مسئله، اون وقت اونا میتونن فشار بیارن به دولت آمریکا و همینطور به نیروی دریایی آمریکا که محافظت بده. یکی دیگه اگر شرکت‌های بیمه آمریکایی حاضر نیست، یعنی پول نمیدن، خب حالا این خیلی مسخره است میگم، ولی میتونیم شما بیاین شرکت‌های چینی بگیم بیمه کنین کشتیاتونا. یه راه حله، یعنی راه حل زیاده، راه حل زیاده. حالا من نمیخوام خدای نکرده به کشورهای خلیج فارس درس بدم، چون اونا خودشون خیلی خوب بلدن، ولی مثلا اینم یه راه حله. خب یه جا میاد آدم میگه حالا از به جایی که من از اینجا از شرکت‌های بیمه آمریکایی کنم، میرم شرکت‌های چینی میگم کشتیام بیمه کنم. هم این یه باعث میشه که چینی‌ها یه فشاری بیارن روی ایران که شما نمیتونین این کشتیایی که بیمه ما هستن چیز کنین. یکی دیگه خب خود شرکت‌های بیمه آمریکایی هم یه رقابت میبینن اونجا، اونا هم فشار میارن به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس که میگن این شما اینا میرید، اون وقت ما باید مخارجشو بدیم.